یمن پس از حدود یک دهه جنگ و تنش همچنان با بحران با یکی از شدیدترین بحران‌های جهان از نظر شرایط انسانی و بهداشتی مواجه است. یمنی‌ها نزدیک به 9 سال است که زیر سایه یک جنگ خانمانسوز زندگی می‌کنند. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. به گفته کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در حالی که بحران جاری در یمن به یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی در جهان تبدیل شده است، اما بحران بزرگتر اکنون دریافت کمک‌های غذایی و پزشکی در ماه مبارک رمضان است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، این کمیسریا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بحران یمن یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی در جهان است. این کمیسریا در ادامه افزود: یمن 4.5 میلیون آواره داخلی دارد و 18,200,000 نفر هم در این کشور به کمک نیاز دارند. بر اساس آمار کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، حدود 70,000 پناهجو و متقاضی پناهندگی یمنی در کشورها حضور دارند. این کمیسریا در پایان تأکید کرد بیش از هر زمان دیگری نیاز به ادامه حمایت‌ها و پشتیبانی‌های بین‌المللی از یمن وجود دارد. گفتنی است که نزدیک به 9 سال است که یمن شاهد جنگ ویرانگری است که توسط ائتلاف بین‌المللی به رهبری عربستان سعودی آغاز شده و نتیجه آن هزاران کشته و زخمی و ویرانی عظیمی در بخش‌های آموزشی، بهداشتی و زیرساختی در این کشور بوده است. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه.